بیا تا گل برافشانیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. عرض ادب و ارادت خدمت همه همراهان فارسی زبانان و خوبانی که در کره زمین، شاید بگم همه ساکنین کره زمین که میزیان، خصوصا همراهان رادیو دماوند. عرض کنم آهنگی که همکارانم پخش کردن به صورت همراه از خانم صدای زیبا و جاودانه خانم خمیرا بود که هست که داریم میشنویم. امروز اومدم بعد از مدتی خدمتون برای یک عرض ادب خاص بعد از این جریاناتی که در منطقه رخ داد، یعنی بازم خامنه‌ای دنیا را به حماقت، به حماقت آخوندی دعوت کرد. اون وضعیتی که به خاطر همه ما هست، کم یه هفته قبلش اعلام کرد بود میخواد موشک بزنه، نمیدونم خمپاره بزنه، یا خوند دجال جنایتکار ضد بشر، نهایتاً یه سری فشفشه رو فرستاد که ساعت شماری هم میکرد، چند دقیقه دیگه میرسه، که قراره برسه. این کارها رو برای چی میکنه؟ برای اینکه تو 40 سال گذشته، 45 سال گذشته، 43 سال گذشته یه کشوری رو اشغال کرده جنایتکار، آخوند، پست پلید و یه ملت خسته رو به گروگان گرفته با تهدید به جنگ، اونم جنگ خارجی. تمامی 40 چند سال کشور رو در حالت نسل نجنگ قرار داده، فقط بتونه بین حکومت جنایتکار و جنایت پیشه خودش چند سباهی رو افسون بکنه، در حالی که خبر نداره ثانیه که به حکومت نکبت بارش اضافه میکنه ملت رو عصبی تر میکنه که تسویه حساب جدی تر و بیشتری از شما ملایان جنایتکار بکنه. این نیست که اگه امروز تا فردا موندی جرم تو داری افزون میکنی، ملتی رو داری عصبی تر میکنه علیه خودت. اما چیزی که خود ملاها آخونده میگن که آقا هر تیره چرا واقعیش هم تیره چراغ برقهای خود رو برای خودتون دارین اضافه میکنین. ولی صبر ملت ایران صبری که چهت چنگیز و مغول و نمیدونم اسکندر رو تحمل کرده، 4 تا آخوند پست پلید جنایتکار مثل خامنه‌ای دوریالی که آخه ارزشی برای اراده ملت ایران نداره. ملت شریفی هستیم، تحمل داریم بکنیم، ولی جرم خودتو خامنه‌ای جنایتکار با همپیالای خودتو داری بیشتر میکنی، وگرنه کار جدی صورت نمیدی. تو خشم ملت رو بیشتر میکنی، داری سوء استفاده از شرافتمندی و صبوری ملت میکنی و این صبر و سوء استفاده تو هم به هر حال سر خواهد آمد. حالا موشک‌ها رو زده، بعد 7 روز قبل 7 روز اعلام کردم، بعد از ساعت ثانیه شماری گار جشن داره میگیره، هیچ کدومش هم کار نکردن. بعد یه جنایتکارتر از خودش نتانیاهو اومده موشک زده، نمیدونم حالا چه جنایتیو کرده، پایگاه 8 شکری اصفهان منفجر کرده، اون یارو عقب افتاده ذهنی معلول فکری امیر عبداللهی میگه چند تا اسباب بازی فرستاده بودن. خاک بر سر اون خمینی کفن پاره گور به گوری کرده، دست هم دنیا کوتاس، فوش نباید بهش بدن، میگه خامنه‌ای ملعون مفعول. فقط باید بگم اگه اسباب بازی ها باعث میشه که پایگاه 8 شکاری اصفهان به این صورت در بیاد، بس نگران باش که اگه جنایتکارتر از خودت قرار باشه امکانات نظامی و تسلیحات موشکی برات بفرسته، واقعا چه کارت میکنه؟ گفتم بیشرفین، تنها کلمه‌ای که میتونم استفاده کنم برای تو امیر عبداللهی و آخوندهای جنایتکارتر از تو فقط بیشرفیتونه، چیز دیگه نیست واقعیتش.
اسباب بازی بود، این که پایگاه هشتم شکاری اصفهانی وضعیت در آورد، وقت اسباب بازی های تو فرستادی که کوچکترین آسیبی هم به هیچ جا نرسید، از خیلی هاشون تو شیراز افتاد، وقت اون اسباب بازی نبودن. گفتم جنایتکارین، پستین، یه کلام پلیدین، برای که نوکرین، بیشعورین، منافع اسرائیل و امریکا و انگلیس دارین تأمین میکنین، نه ملت، منافع ملت، نه منافع کشور. برای شما زادگان خانه افاف نه ملیت مفهوم و معنی داره، نه انسانیت. خب نداری، چرا برات معنی نداره که بخوا پایبند باشی، اذیت بشی، شرف هم که نداری که ملت تا کمر دولا میشه توی سطل برای سطل آشغال برای تغذیه. یه کشوری که از در دیوارش پول ثروت میباره، ملتشو به فقر مطلق رسوندید، شرف ندارین. اگه داشتین دست جمعی آخونده مثل گراز پلید که گراز به شما شرف داره، تو حوزه جهل و جنایت بعد خودکشی میکردین، دست جمعی واقعیتش. ولی سر سوزنی نه شرف دارین نه غیرت انسانی. وگرنه میشه این وضعیت رو کشور و ملت رو به این نقطه رسوند و بازم بیای تو رسانه‌های تلویزیون بیای مزخرفات رو بگی؟ یعنی وگه که گفتم وگه که شرف نداری، وگه که انسان نیستی، وگرنه اگه بودین که اول خب اینجا نمیرسی، حرف هم نمیزدی قبل از این سالها، قبلی که بی نقطه ملت رو برسونی، کشور رو برسونی، بعد تو حوزه طویله جهل و جنایت همه آخوند و دست جمعی خودکشی میکردین، ولی غیرت ندارین، شرف ندارین، ناموس و دین ندارین. آخوندی به تمام معنی، تو هم آخوندزاده ای، رئیست که خامنه ایه که فقط بلد منافع کشور رو برای چند سبای حکومت جنایتکارانش ادامه بده داری خدمت میکنی دیگه. آخوندم که کفن پار خمینی گفته بودی که حفظ این نظام بی نظم از اوجاب واجباتته، یعنی اگه ملت ایران هم همیشون قراره به فقر مطلق برسن، به بدترین شرایط کشور و ملک و ملت رو برسونی، ولی حفظ این جنایتکارا تحت عنوان نظام اوجب و از همه چی ارزیده داره. یه آهنگ بشنویم بعد در خدمت هستم. روزگار غمگینی در پیش داریم، نمیدونم اصلا امروز اعلام کردم در خدمت آدم، واقعا چیم قرار نبودیم، ولی دوستان خیلی گفتن نیستی نیستی، نیا گفتم امروز برای یه بیشتری عرض دادم، امروز 22
21 اپریل 2024 که در خدمت شما هستیم، روز یک شنبه است و همطوری که گفتیم توی برنامه قبلی ما وضعیت هم به این گونه است، یعنی کشور در حالت نه جنگ نه صلح توی این 40 ساله نگه داشته شده. خامنه‌ای داره به جرم خودش میافزاید، کاری دیگه نمیکنه. 40 سال 50 سال 100 سال برای تاریخ مثل ثانیه است، عمر من و تو میگذره، ولی پرونده آخوند جنایتکار سنگین تر داره میشه واقعیتش. پس باشه تا صبح دولتش بدانه بین زندگی و حکومت نکبتبارش ادامه بده تا صبح دولتش بدمد. روز تصفیه حساب ملت هم میرسه دیگه. خب حالا یک نکته دارم خدمت دوستان فعالانی که در خارج کشور میزیان، یه خیلی مهمه واقعا، یا دانسته یا نادانسته، که مطمئنم نادانسته است، چون اگر دانسته بود پیش اون خامنه‌ای جنایتکار تو حکومتش میموندن. پس اینا که اومدن بیرون، اعتقاد دارم که اکثرا انسان‌هایی هستن که اومدن برای مبارزه، تونستن خودشونو نجات بدن که بیان علیه استبداد و این جنایت ایستادگی کنن. نخواهیم، شوق نکنیم، خوشحال نشیم از اینکه کشور امریکا، اروپا یا نمیدونم هر جا تحریم اقتصادی میکنه این حکومت رو، چون این تحریم اقتصادی من و شما متوجه نیستیم، یعنی من و تو ملت ایران داره تحریم میکنه. از روز اولش هم همین بوده، برجامی هم که هست که هر روز به روز داره یقه اقتصادی مردم تنگتر داره میکنه، گلوگاه ملت رو داره تنگ میکنه، فقط برای فشار ملت بر ملت، وگرنه ای که تحریم های اقتصادی بی جنایتکاران که تأثیر نداره، چون اینا خودشون فراهم میکنه. اونجا که کم پول میشه، بایدن برایش 7 میلیارد قاچ پول نقد تو فرودگاه برش میفرسته. همونجا که دیدیم آقای حسین اوباما این کار کرد، یعنی پول تو جیبی آخوندهای جنایتکار و آدم کش فراهم میشه از طرف غرب. مشکل غرب اینه که منافعشو بر زندگی ما ایرانی ها ترجیح میده، یعنی خون اونا رنگین تر از خون من و توه. شاد نباشیم، انتظار نداشته باشیم که غرب برای ملت ما کاری بکنه، چون توی 43 سال نشون داد منافع ملت خودش ارجحیت داره. به همین خاطر تحریم های پشت در پشت رو داره میاره برای که من و تو رو ناتوانتر بکنه. یه ملتی میتونه حرکتی بکنه که شکمش سیر باشه. وقتی شکم ملت من و تو خالیه، وقتی شکم من و تو خالیه، مگه قمی تونیم حرکتی بکنیم؟ اگه انرژی هم باشه، حرکت برای شکم پر کردن شکم خودم و خانوادم. پس بخوایم که این تحریمای جنایتکارانه ظالمانه برداشته بشه، چون این تحریما فقط علیه ملته. کدوم تروریست جنایتکار سپاه قدسش خواسته بیا بیرون که با مشکل مالی برخورده باشه؟ جنایتکارای تروریستش که با دست پر و جیب پر میان برای کارهای تروریستی خارج کشور، تو داخل کشور. پس ملته که دچار تحریم اقتصادیه. این تحریم اقتصادی وحشیانه و ظالمانه رو باید محکوم کرد. هر کسی داره میکنه. اگر اروپا و امریکا راست میگه، و اولش که باید فکر ملت خودش باشه که هست، ولی که دلش برای من و تو میسوزه، بیا تحریم سیاسی بکنه، نه تحریم اقتصادی ملت رو. یک جامعه ای میتونه تغییر به وجود بیاره که شکمش سیر باشه، اصطلاحاً میدل کلاس، کسی که گشنه نیست، شکم گشنه دین و ایمان نداره. از شکم گشنه چه انتظاری داری که من تو انقلاب بکنه؟ برای تو بیا گلو بر گلوله بیروز کنه؟ مگه شدنیه؟ خب بگه ناشدنیه، چون باید شکم هم سیر باشه. من از دوستان، از همه ایرانیان، از همه مبارزین جهان، چه فرق، همه انسان ها تقاضا دارم که این فشار اقتصادی که بر علیه ملت محکوم بشه و بخوان که برداشته بشه.
تحریم اقتصادی یعنی که ملتی رو به واقعا نقطه فقر مطلق رسوندن، اون چیزی که آرزوهای خامنه‌ایه، آرزوی آخوندهای جنایتکاره که این کار کردن. من و تو ناخواسته همراه جنایتکار قرار نگیریم، خودمون کنار جنایت قرار ندیم. تحریم اقتصادی یعنی تحریم من و تو، یعنی ملت شرافتمند ایرانی رو تا کمر دولا کردن تو سطل آشغال برای یه لقمه نون که شکمشو سیر کنه. در این جنایت غرب و شرق و خامنه‌ای جنایتکار فاصله بگیریم، محکوم کنیم این تحریم اقتصادی رو که فشار اقتصادی که بر ملت ما وارد کردن. بایدن، نتانیاهو و دیگر جنایتکاران غرب و شرق اگه شرف داشتن که تحریم سیاسی رو میومدن پیش میکشیدن. آقا به این جنایتکارا ویزا ندین بیان این ورور، بلبل زبونی میکنن، ماله اعظم مالکش اعظم را ندیم. اوی کار سخت نیست، امکانات در خدمت مبارزین ایرانی بذارن، امکاناتش هم سرش بخوره، اونم نمیخوایم مزاحمت ایجاد نکنن برای آزادی ملت، چون اینا مزاحمت ایجاد میکنن. من میخاطر از دوستان میخوام که واقعیتش علیه این فشارهای اقتصادی که غرب و شرق بر ملت میارن بیستیم، محکوم کنیم، بخوایم که بردارن. تا آخرین کلامم بگم، تا ملت ما از فشار اقتصادی غرب که خدمت مستقیم داره به خامنه‌ای میکنه نجات پیدا نکنه، امکان تغییر تحول در جامعه ما وجود نداره. اینو داشته باشیم، تکرار کنم، تا فشار اقتصادی بر روی گرده مردمه تا این برداشته نشود، ملت ایران توانه پیروز کردن گل بر گلوله را نخواهد داشت. شرافتمندی رو بر بیشرفی نمیتونه غالب کنه مگر اینکه تحریم ظالمانه اقتصادی که غرب و شرق برای خدمت به خامنه‌ای بر ملت ایران تحریم کرده برداشته نشه. شاد و پیروز باشین، تا دیدار دیگر، هزاران درود خدا بر شما. یا هنگ میشنویم. من به یاد گذشته برات